بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم اینطوری برام خیلی بهتر باشه، راحت تر بتانم حالت سمت درسی رو بگیریم به خود. سلام و درود خدمت تک تک عزیزان، هموطنان عزیز ما، دوستان ما، همکاران ما از کشورهای مختلف و تک تک انسانهایی که از کشورهای مختلف آنلاین هستن. و یک جا داره تشکری کنیم از کسی که اینترنت تأسیس کرده و همچنان کسی که این اپلیکیشن زوم در اختیار ما شما قرار داد بعد از دوره کرونا، که ما بتانیم اگر هر قدر دور هستیم در هر کشوری موقعیت داریم، بتانیم با هم در ارتباط باشیم و بتانیم با همدیگر نزدیک باشیم و هر لحظه خواستیم بتانیم بیایم اینجا و تجارب خود و دانستنی های خود بتانیم با همدیگر شریک بسازیم. واقعا امروز از برکت همین اینترنت است که ما میتونیم خیلی از کارها و برنامه خود انجام بدیم و برنامه خود پیش ببریم. من همتون خوش آمد میگم، ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و امروز آمدین در این برنامه تا اینکه باشه بالای خودتان سرمایه گذاری بکنین. یک برنامه 7-8 ساعته در نظر داریم براتون، یک سلسله آموزشات بسیار ویژه و فوق العاده ای را خدمتتان ارائه بکنیم که مطمئن هستم آموزشاتی که در عرصه زندگی خودم خیلی تاثیرگذار بودن، درسایی که واقعا تا دوره ماستری ما واقعا جای نخوانده بودم و جای نگرفتیم، درسایی که واقعا در مکتب و مدرسه و دانشگاه تدریس نشده بود برام، و برای شما هم این یقین و این اطمینان میتونم که این درس ها شدیدن میتونه درسه های زندگیتان اول در عرصه زندگیتان در مسائل خانوادگی و بعدش میتونه در جایی که اگر کار میکنین به عنوان کارمند هستین، وظیفه ای دارین، اونجا میتونه خیلی کمکتان بکنه. و بعدش میتونه اگر شمایی که یک تجارت دارین، کسب و کاری دارین، بزنسی انجام میدین، اونجا میتونه براتون کمک کنه. و در نهایت میتونه برای شما عزیزی که کسب و کاری ندارین، تجارتی ندارین و دوست دارین و بهترین ایده های تجارتی دنیا آشنا شوین و همه بزنس ها و کسب و کارهای بسیار مهم و مشهور بشناسن، بالخصوص مهمترینش و ایدئال ترینش و رویایی ترینش همراهش آشنا شوین. و بالاخره در آخر برنامه ما به اون بخش خواهیم پرداخت که بتونین در آخر برنامه کاملا از طریق زوم همی ساعت، همی کد، همی پسورد برای 7-8 ساعت، 7-8 روز، روزانه یک ساعت ادامه خواهد داشت. ویدیوهاش کوشش میکنیم ذخیره شده میره و بعد میتونیم ویدیوهاش هم در اختیارتان قرار بدیم. برای این میگم که سراپا در این جلسه باشین، گوش کنین، ویدیوها بعدا در اختیارتان قرار گرفته میشن، از طریق کانال یوتیوب در اختیارتان قرار داده میشن، لذا کوشش کنین موضوع رو بگیرین، مفهوم رو بگیرین، هدف رو بگیرین. متاسف هستم که شما نمیتونید بیشتر در این برنامه سهیم شوین، چون برنامه زوم طوری است که اگر یک شنا را داشته باشیم، شما پرسش و پاسخ داشته باشیم، بعد خیلی برنامه طولانی تر میشه. اما قطعا در آخر برنامه و بعد برنامه شما میتونین با عزیزی که شما رو در این برنامه دعوت کرده در ارتباط باشین و همینجا در برنامه های آینده لازم شد به صورت جداگانه و تک تک تا طریق همین زوم برنامه‌ای که پرسشایی دارین، مشوره خصوصی میخواین، موضوع خاصی لازم دارین، اونجا میتونین بعد همکاریتون بکنیم و برنامه‌های گفتگو هم با همدیگر داشته باشیم. فعلا شما رو دعوت می‌کنم به یک آموزش کاملا ویژه، به یک آموزش کاملا متفاوت. شاید این آموزش در جاهای مختلف بعضی‌هاتون روش سر خورده باشین، شاید هم سر نخورده باشین. من که سر نخورده بودم در دوره مکتب و دانشگاه. ترنینگ بسیار خوبی که گفتم، بازم تاکید می‌کنم اگر خوب گوش کنین و خوب ازش استفاده بکنین، مطمئن هستم که در زندگیتون میتونه نتایج بسیار خوب ایجاد کنه. فقط یه خواهش از دال میکنم که خط خط نکنین روی اسکرین، اگر نه من باید فکر میکنم باید خط خط آف کنم. بله، از اینجا میتونم اجازه نتونم که شما دیگه کارا رو بکنین. خب امیدوارم کارا نکنین که از اینجا نامتونم نوشتم میشه و بعد این ویدیو گرفتم میشه و بعد یوتیوب گذاشتم میشه. حالا بعضیا فکر میکنم فکرش نمیشه و موبایل که دست میزنه همینطوری میشه. از شما میتونین صفحه تان آخرین صفحه رو بیارین، میتونین فقط صفحه من رو بیارین و اونجا بزرگتر شما ببینین و بحث داشته باشین. و همچنان در پایین اونجا ریاکشنز هست، میتونین گاه لایک، گاه قلب، گاه
از علامات مختلف هم میتونن اونجا استفاده بکنین. حالا ما چت بسته کردیم که شما درگیر نباشین، در ارتباط نباشین اینجا، وگرنه آپشن چت هم باز بود. اینو فعلا اینجا بسته کردیم. از دل اولین برنامه روز اول ماست امروز و اولین برنامه‌ای که در موردش می‌خوایم باز کنیم و می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، برنامه امروز کلاً با یک سوال آغاز می‌کنیم. و شما میتونین این سوال پیش خودتان جواب بدین، چون ما این سوال از انسان‌های مختلف در کشورهای مختلف پرسیدیم و جوابای گوناگونی تا به حال گرفتیم. ما می‌خوایم همون جوابا رو برای شما بگویم. سوال ما ایست که چرا اکثر افراد با وجودی که تجارت دوست دارن، بزنس دوست دارن، اما انجام نمیدن؟ درست؟ یا اینکه اصلا چرا افراد از انجام تجارت ترس دارن؟ خب شاید چیزهای مختلف بگین. شاید بگوید که بعضی ها گفتن که جوابایی که حالا به ما رسیدن و عزیزایی که بر ما جواب دادن، بعضی ها گفتن که خب ایدهش نداریم، مفکولش نداریم، نمیفهمیم که از کجا شروع کنیم، ریسکش دل و گرده نداریم، پولش نداریم، به اصطلاح سرمایه‌ش نداریم. بعضی هم گفتن که راستش ما خب میترسیم از انجام تجارت. بعضی هم و و و جوابای مختلف. من مطمئنم شما هم یک جواب از او جواب داریم. امروز میخواییم کاملا شما را با یک جواب متفاوت از چیزایی که شما فکر میکنین آشنا بسازم و میخوایم به یک جواب متفاوت براتون پیشکش کنم و او رو توضیح بدم. بهترین جواب که به اصطلاح برمیگرده به یک سلسله ریشه ها، برمیگرده به یک سلسله مسائل از دوره طفولیت و کودکی، بهترین جواب و قوی ترین جواب و اصلی ترین جواب ایست که میگن چون تصمیم گیری به عهده خودشان است. چرا مردم تجارت دوست دارن انجام نمیتن؟ چرا مردم از تجارت ترس دارن؟ درست؟ دلیل اصلیش ایست که تصمیم گیری به عهده خودشان است. یعنی چی؟ تصمیم گیری به عهده خودم است. تجارت دوست دارم، بازم انجام نمیتم؟ معنیش چیست؟ حالا قبل از اینکه من برسم به این جواب و این جواب رو براتون مفصل باز کنم، بگذارین یک موضوع دیگر رو قبلش اول براتون توضیح بدم. یک از افراد موفق دنیا، این رو گوش کنین، دوباره من برمیگردم به اون جواب و با توضیح این سلاید ها شما به جواب اصلی دست پیدا میکنین و اصلی در این جواب به اصطلاح به دست میارین. جناب رابرت کیوساکی یکی از نویسنده های معروف در دنیاست، یکی از سرمایه دارا و یکی از سرمایه گذارهای معروف در دنیاست، یکی از اساتیر معروف در دنیاست که فعلا هم زنده است و این فرد کتابای بسیار معروفی در دنیا نوشته کرده. من جمله یکی از معروفترین کتابای این فرد به اسم تجارت قرن 21 است، 21st Century Business، انگلیسی میتونین سرچ بکنین، فکر میکنم 100% شما داده آمازون پیدا میکنین. یا کتاب دیگه داره به اسم Business School، دانشکده کسب و کار، این کتابش هم شما در آمازون پیدا میکنین. یا معروف ترین کتابش که در سال اول در لیست پرفروش ترین کتابای نیویورک تایمز بود و در عین حال بیش از 3 میلیون نسخه در سال اولش به فروش رفت، کتاب Rich Dad و Poor Dad از این پرده است. Rich Dad Poor Dad، پدر پولدار پدر فقیر. جناب در بزنس اسکولش، در کتاب بزنس اسکولش، دانشکده کسب و کارش، جناب رابرت کیوساکی میآید تمام نظام های درآمدی را به 4 دسته تقسیم میکنه. میگه که ما معمولا در دنیا از 4 بخش روزی میخوریم یا از 4 بخش درآمد داریم. یک طبقه را به اسم طبقه کارمند، یکی از راههایی که ما میتونیم توسطش کسب درآمد بکنیم، کارمندی هست. درست؟ و خوب میگه در کارمندی شما یک وظیفه دارید و میروین یک مقدار از وقتتان در مقابل یک مبلغ تبادله میکنین. 8 ساعت وقت میگذارین و در مقابلش پول به دست میارین. اگه وقتتان بیشتر کردین شاید بتونین پول بیشتر به دست بیارین. و اینجا میگه که کسایی که کارمند است معمولا به این فکر است که یک جای بسیار خوب باشه، یک جای مطمئن باشه، یک درآمد ثابت باشه، یک امکانات خوب داشته باشم، خلاصه تقاعد داشته باشه در آخر و همچون safe secure job with benefits،
همچون یک ایده ای می داشته باشه کسایی که دنبال کارمندی هست. بعدش یک طبقه بعدی اس روبی اس هست، سمت چپ اول ببینید روبی اس به اصطلاح سلف امپلاید یا سمال بزنس آنرز. اینجا دیگه افراد یک قدم بالاتر میان، میان صاحب کسب و کارهای کوچیک، کسایی که دوست دارن یک کار شخصی داشته باشن مربوط خودشان باشن، میرن بعد یک مقدار تحصیل میکنن، میرن یک دواخانه باز میکنن، میرن یک ماینه خانه باز میکنن، میرن یک دانشگاه، یک آموزشگاه، یک دوکانی، یک چیزی باز میکنن و اونجا دیگه بیشتر وقت میگذارن، بیشتر تلاش میکنن، در حقیقت میشون مالک یک وظیفه. یعنی در کارمندی میگه شما دارین یک وظیفه، you have a job. اینجا دیگه you own a job، یعنی اینجا میگین مالک یک وظیفه میشین. حالا میگین دیگه اگر دوست داری به خودت کار کنی پس بزنس خودت شروع کن، be your own boss به اصطلاح همچه شعارهای استفاده میکنن، حالا در امریکای خیلی مروج است. این میشه self business owners، کسایی که صاحبای کسب و کار کوچیکن. در مجموع سمت ای، روبی ای و روبی ایس به خاطر سیکیوریتی در زندگیشان کار میکنن، به خاطر امنیت شغلی، یک درآمدی داشته باشم که زندگیم به چله، بل برق کمه بتم، هزینه های روزمره خود پرداخت بکنم و در این حال خانوادیم به مشکل بر نخورن. حالا یک تعداد انسان ها به این دو روب قرار میگیرن، یک تعداد دیگر میان در روبی سمت راست نمودار، روبی بی و روبی آی. بی خب بی مشخص است، اینجا دیگه بیگ بزنس آنرز، در حقیقت مخفف میشه به بزنس آنر یا بیگ بزنس آنر، یعنی صاحبان کسب و کار بزرگ، درست؟ اینجا دیگه شما یک وظیفه کوچک ندارین، شما حداقل آمدین بیشتر از 500 نفر کارمند دارین، یک سیستم دارین که سیستم برای شما کار میکنن و شما رهبری میکنین، مدیریت میکنین و درآمد بیشتر دارین. خب مثل بیل گیتس، مثل ایلان ماسک، مثل ریچارد برانسون، مثل آمازون و شرکت های بزرگ مثل کمپانی کوکاکولا و خیلی کمپانی های بزرگی که در دنیا وجود دارن. روبی بی خیلی ها ایره دوست دارن و بیان در این سمت. و یک روبی دیگه هم هست، روبی انوستر یا سرمایه گذار. اینجا دیگه پول برایت کار میکنن، تو به یک جای میرسی که پول برایت کار میکنن و جالبی است که شما خب از اول نمیتونین بیاین مستقیم در روبی آی. تمامی روبها آموزش داره، ترینینگ داره، مهارت‌های خود داره، تخصص خود داره که شما باید قبلش یاد بگیرین و روبی آی مشخص است که از نامش مشخص است سرمایه گذاری، یعنی نیاز به پول داره و شما باید پول بیشتر داشته باشین تا بتونین، اما در کنار پولم شما باید مهارت‌ها و تخصص‌های سرمایه گذاری هم باید بلد باشید و یاد بگیرید. حالا جالبی چی است؟ خب این روبی ای در دنیا هست، روبی ایس هست، بی اس آی هست، سرمایه گذاری هست. اما جناب رابرت کیوساکی در کتاب پدر پولدار و پدر فقیرش میگه که من زمان خرد بودم، من زمان طفل بودم، من میگه دو پدر داشتم. یکی پدر اصلیم بود که یک جایگاه بسیار خاص دولتی در یک جای کارمند بود، یک وظیفه بسیار بالا داشت، و یکی هم پدر یک دوستم بود که من او را از احترام پدر میگفتم. او میگه پدر دوستم بود و او پدر بزنسی ما بود، رچ داد ما بود به اسلام. پدر خودش هم پدر پور داد میگه، به خاطر البته از لحاظ پولی فقط نمیگه، از لحاظ مفکوره میگه من زمانی که پیش پدر اصلی خود شب خانه میرفتم، من میگفت آفرین بچه، درس بخوان، نمره عالی بگیری، غیر حاضری نکنی، آن تایم برو به مکتب، درسات خوب بخوان، دانشگاه برو، کادر فارغ شو، بعد از اون برو به خیلی یک وظیفه خوب، سیکیور، سیف، به دست بیار که معاش خوب بتید، موتر بتید، خانه بتید و و و و در آخر هم تقاعد داشته باشی، متقاعد شوی و زندگی لذت ببری. گفت من رو به همین چیز تشویق میکن. اما من میگم روزانه با دوستم میرفتیم شرکتی که دوستم پدر ریچ، پدر پولدارم میگم، اونجا یک شرکت بزنسی داشت. پیش از اون که میرفتیم کاملا این دوتا مخالف هم بودن، ایده ها، مفکوره ها، میگم من در یک دورایی بودم. پدر پولدارم میگم و من میگفت که میگفت بچیم کوشش کن با خودت یک کار را اندازی بکنی، کوشش که هر کار میکنی خرد، کوچک، بزرگ، مگه مال خودت باشه که بتونی به ارث بگذاری، بتونی یک روز بفروشیش، بتونی سرپای خودت استاد باشی و و و این چیزا رو میگفت.
و بعدش هم آخر می آمد حتی یک جملهش می گفت مرا خیلی می گرفت. می گفت که Why we work hard for something we never own؟ و چرا برای چیزی که خود ما مالکش نیستیم اینقدر تلاش می کنیم؟ من می گفت خدا را شکر بالاخره من ایده پدر پولدار رو انتخاب کردم و امروز رابرت کیوساکی سرچ کنید در موردش، یکی از معروفترین ثروتمندان در دنیاست و یکی از افراد بسیار موفق است، واقعا یکی از نویسنده یک نویسنده بسیار معروف است که بزنس اسکول درس میده در زندگی. حالا به کجا برمیگرده داستان؟ عزیزا ما همه ایمان در زندگی خود یا همه ما انسان ها دو زمین داریم، یکی زمین خودآگاه داریم، یکی زمین ناخودآگاه داریم. معمولا خب زمین خودآگاه زمین هوشیار ما را میگه، ناخودآگاه زمین ناهوشیار. معمولا زمین خودآگاه وقتی که شما خواب میشین همراهتان میخوابه، وقتی بیدار میشین همراهتان بیدار میشه. اما زمین ناخودآگاه وقتی که ما شما خواب میشیم بیدار است، درست؟ وقتی که ما خواب میشیم احساسات ما را، افکار ما را و کارهای مختلف را، مثلا روان ما را، روح ما را میان کنترل میکنه ناخودآگاه. زمین ناخودآگاه بعد از تولد پیدا میشه، زمین ناخودآگاه قبل از تولد پیدا میشه و خلق شده و مثل حیثیت یک کمره فیلم برداری دائم چالان میمونه در زندگی. یعنی از روز قبل از تولد زمین ناخودآگاه شکل میگیره و تمام حوادث و اتفاقاتی که در زندگی تو به وقوع میپیونده این رو در خود ریکارد میکنن، ثبت میکنن و روزی میرسن بعد از چندین سال وقتی که سن ما شما به بالای 20 میرسن، اکثریت تصمیمات ما را در زندگی 97% زندگی ما را ناخودآگاه کنترل میکنن. خیلی قدرتش بالاست، انقدر قدرتمند است. حالا در مورد از این سمینارهای زیاد است، ویدیوهای زیاد است، میتونید سرچ کنید در یوتیوب و بسیار کوتاه اشاره میکنم. اینقدر قدرتمند است، اینقدر قدرتمند است. من یک مثال بهتون بیشتر بخوابین. شما مثلا میاد یک دفعه تلویزیون فیلم میبینین، درست؟ و جالب است شما وقتی فیلم میبینین خودآگاهتون میگه این فیلم است، داستان است، دروغ است. اما در بعضی از صحنه های فیلم شما گریان میکنین خود به خود، بعضی از صحنه ها میخندین. ای از کجا سرچشمه میگیره؟ از زمیر ناخودآگاه است. خودآگاه تو میگه فیلم از داستان است، پس چرا میخندید بعض جاها؟ پس چرا گریان میکنید بعض جاها؟ ناخودآگاه است که زندگی احساسات شما رو کنترل میکنه. یا خدای نخواسته شما در یک سرک روان هستین، در یک خیابان سرک یک جای میرین، بعد یک جای خونه میبینین، یک قتل میبینین مثال، اونجا خسته میشین، ناامید میشین، دلتان نان نمیشه، افسرده، پریشان و تشویش میایین، یا خبرهای منفی رو میبینین در اینترنت، در وبسایت، خانه میایین جگر خونی خسته. جالبیش چیز، آیا شما این مشکل این کار شما انجام دادین؟ این کاری که صورت گرفته اشتباه شماست؟ نه. خب پس چرا شما جگر خون هستین؟ چرا شما نان نمیخورین؟ چرا شما به زندگی تناسب میرسانین؟ این کار شما نیست، کار ناخودآگاهتان است. ما حالا سوال برمیگردم به این، ما شما وقتی طفولیت میشیم خرد میباشیم، بیشتر در خانواده هایی که ما شما بزرگ شدیم، بیشتر از 80-90% برای ما چی گفته شده؟ آیا گفته بچه‌م رئیس شو، صاحب کسب و کار شو، بزنس آنر شو، یا گفته بچه‌م کارمند شو، یک وظیفه خوب به دست بیار؟ کدامش برای ما تو بیشتر گفته شده؟ مشخص است که کارمندی گفته شده بیشتر، متاسفانه بیشتر کارمندی گفته شده. و حالا ما وقتی بزرگ میشیم کارمند یعنی چی؟ کارمند یعنی باید همیشه یکی باشه، باید برای من و تو بگه که چه کار بکن، چی بکن، چی نکن، یعنی همیشه منتظر باید دیگرا باشیم، باید یک آمر داشته باشیم، امر کنه ما میریم یک کار انجام بدیم. اگه کسی نباشه امر کنه بگه بخیر تلفن تا بردار، زنگ بزن، کامپیوتر تا روشن کن، بیا کار کن، بیا کار بکن، تا که یکی نباشه کار انجام نمیدیم، چون ما درونن کارمند هستیم از لحاظ ناخودآگاه. و برای همین است که ما بزنس دوست داریم، بزنس دوست داریم اما انجام نمیدیم. چرا انجام نمیدیم؟ چون تصمیم گیری به عهده خود ماست. و ما کی هستیم؟ ما درونن کارمند هستیم، ما ذهنن کارمند تربیت شدیم از طفولیت. برای همین است که با بعضی از بچه ها جوان ها صحبت میکنم،
چند سال از بیکار هستی؟ والا 2 سال از بیکار هستم، 3 سال از بیکار هستم، 5 سال از بیکار هستم، این تحصیلات ندارم، این کار کردم، این کار کردم. خب چرا وظیفه؟ خب استاد درخواست میکنم، کسی مرا زنگ نمیزنه، وظیفه پیدا نمیشه. عزیز دل، خب بیچاره فقط درخواست دادن یاد داره کار من. چیز دیگه را بلد نیست. چون ناخودآگاه اگر پدر جانش بیاید، بگه بچه بفرمایی پول برو این کار کن، باز میره و کار انجام میده. چرا؟ چون پدرش میشه کارفرما و دوباره میشه کارمند. همیشه منتظر هستیم، فقط درخواست دادن بلدیم، جستجو کردن بلدیم که باید درخواست بدیم و یکی ما رو زنگ بزنه وظیفه بده بر ما، وگرنه هزارها راهای دیگه. و جالب است، اگر حالا شما یک لحظه فکر بکنین امروز چقدر شغل ها از بین رفته، برین تاریخچه کارمندی رو بخونین، دانشگاه چی تو با وجود اومد، مکتب مدرسه چی تو با وجود اومد، به خاطر از با وجود اومد که یک شرکت در امریکا تأسیس شد نیاز به کارمند داشت، داستانش از اونجا سرچشمه گرفت تا به امروز هم ادامه داره. اما امروز اون زمان نیست. حالا هزار با هنتون هزار دانشگاه صدها هزار نفر فارغ بشه، نصف از نصفش هم جذب نمیشه. چقدر انسان ها بیکارن امروز. بیکاری سال 19 در امریکا به اوج خود رسید، تظاهرات صورت گرفت، دیپلمای خودم حاصلین بردن به دانشگاه، استاد محترم چی به ما درس دادی؟ خب بعد ما نخورد، بفرما بگیرین. بس در افغانستان الان وضعیت رو میبینین، در ایران میبینین، در خیلی از کشورهای اطراف شما میبینین چه حال است. بیکاری روز به روز اوج میگیره، چقدر شغل ها از بین رفته. یا روتان است دوره زراعت رو ببینین، چقدر انسان ها روی زمین کار میکردن امروز کجاست؟ انسان هایی که در خدمات مشتریان کار میکردن امروز جاگزینش ماشینالات شده کجاست؟ در شفاخانه ها به خاطر معاینات هزارها دکتر مصروف بود، امروز ماشینایی که جایگزینشان شده امروز کجاستن؟ چقدر چقدر شغلای دیگه. بانک ها رو در نظر بگیرید، در هر نمایندگی چند صد نفر کار میکرد، امروز یک ماشین آمده 24 ساعت برایش کار میکنن جایگزین همه. و آینده چی؟ وقتی که امروز اتفاق افتاده، آینده که دنیا کلا در مسیر تکنولوژی است و رشد و پیشرفت تکنولوژی هر روز اوج میگیره. خب حالا سوال، ما که او زمان کارمند بزرگ شدیم، به نقص ما تمام شده، امروز کار نداریم، وظیفه نداریم، برای ما سخت شده. این اولادای نسل جدید وقتی بزرگ میشن، اگه کارمند بزرگ بشن کنیم، چقدر آسیب ببینن. خب دست خود ماست، یا میگیم کارمند شو یا میگیم کارفرما شو. موضوع که به ذهنیت کارمندی بزرگ شدیم به ضرر ماست، امروز کار کردن نمیتونیم، درست؟ از بزنس ترس داریم، ما تو ترس نداریم، در حقیقت دوست داریم. ببین خداگاه ما بزنس تجارت دوست داره، اما ناخداگاه برای ما تو بزنس غلط فهمانده شده. فکر میکنیم بزنس یعنی باید پول داشته باشیم، باید و خیلی چیزهای دیگه. یالا شما در این برنامه مفصل نمارد از این میخوانیم و ما درونن ناخداگاه. عزیزای دل، هدفم از این برنامه این است، اولی که باید بیایم ذهنیت عوض کنیم از این روز به بعد و بیایم تصمیم بگیریم دیگه درونن کارمند نباشیم. شاید یک جای کار میکنین، حتی در جایی که کار میکنین خواهشم کارمند نباشیم، اونجا هم به فکر کارفرمایی باشیم و بیاین آیستا آیستا در فکر از این باشیم که در آینده بزنس خودتان رو داشته باشیم، کار خودتان باشیم. تشویش نکنین. حالا اینجا ما به همین دلیل آمدیم. مثلا اسم برنامه ما چی است؟ برنامه یا یک دوره آموزشی مسیر خودکفایی و استقلالیت مالی فعلا برای پناهجویان گفتیم، چون من خودم الان مهاجر است مثل شما، هم دیگر را درک میکنیم. من وقتی آمدم این سمت دیدم که چهره مهاجرین در مقابل دولت ها چیست، دولت های اروپا، دولت امریکا، دولت ترکیه، دولت ها در مورد مهاجرین چه ذهنیت دارن. ذهنیتشان نیست که اینا یک تا حالا همه را نمیگم، تعداد هست که بزنس میکنن، کار مختلف انجام میدن، جایگاه بسیار خوبی دارن، کارهای بسیار خوبی میکنن، اما اکثرا ذهنیت دلسوزانه دارن، ذهنیت از اینکه یا قربانی هستن، اینا بیچاره هستن، اینا مهاجر هستن، همچه یک ذهنیت داره و من این ذهنیت خوشم نامد و من مطمئنم تو هم دوستش نداری. و هدف ما چی است؟ که بیاییم آیستایسته، حالا به این هدف ما شروع کردیم تلاشه، که بیاییم آیستایسته مهاجرین در کشورهای مختلف از دولتها آزاد کنیم. چی میگن؟ شیربهایشان رو بپردازیم، آزادشان کنیم، بیایم سر پایشان بسازیم، بیایم مستقل بسازیم، بیایم صاحب کسب و کار خودشان بسازیم. آقایان و خانم ها، لیدیز اند جنتلمن، در هر کشوری که هستین، روز شبه که جواز شرکت خودتان داشته باشین تک تکتان، و در اروپا در کشوری که در هر جای زندگی میکنی
بسیار هم تو پر قدرت باید قدم بزنی. As a business owner، نه به عنوان یک پناهنده، نه به عنوان یک پناهجو، به عنوان یک تجارت پیشه مستقل اونجا زندگی کنی. چقدر لذت بخش است. و بفهمن که ما بر از جا دادیم، ما بر از جا موقع دادیم، ما بر از جا کشور ما دادیم، اما اینا آدم های عادی نیست. یا همشون ماشاءالله صاحب بزنس هستن، آمدن در کشور ما بزنس انجام میدن مثل کشور خودشان. و ای به یه هدف ما شروع کردیم و این دوره را داریم. امیدوارم برنامه را از دست ندین، باشین در این برنامه و این چند روز ادامه بدین تا اینکه بیاین بهترین ایده را شما بگیرین. ایده ای که واقعا میدان از صفر، از داخل خانه با همین موبایل، با همین اینترنت، از همون جایی که هستی بتونی بزنس را اندازی بکنی. هوم بیس بزنس خیلی معروف است در اروپا و آمریکا، بسیار به شکل استاندارد و شما بتونین اونجا کار بکنین که من کامل در این دوره همه را برای شما آموزش میدم. اولین درسی است، بیاین خواهش تصمیم بگیریم نسل جدید ما را، اولادای ما را. ما میتونیم خیلی هاتون دختر دارین، پسر دارین، بیادرزاده دارین، خواهرزاده دارین، طفل است، کوچیک است، نگوینش که بچه کارمند شو بخیر. این ذهنیت را نتین برش از امیاله، از امیال ذهنیت بیور اون باس بدنش که بخیر فردا بزرگ شد رئیس خودش باشه، بزنس خود داشته باشه، تجارت خود داشته باشه. نسل جدید کارمند بزرگ نکنیم. فهمیدیم که اشتباس، فهمیدیم که اشتباس، ما تو اشتباه کردیم، حالا بیا ما تو درستش میکنیم. از این روزی ذهنیت ها. نسل جدید، اطفال ما، اطفال اطراف ما رو روی ذهنیت بزرگ نکنیم. دنیا در حال تغییر است و ما بیاییم یار از قبل آمده ای تغییر بزرگ بسازیم در دنیا. پس حالا برمیگردم به سوال، چرا اکثر افراد تجارت دوست دارن و انجام نمیدن؟ چرا افراد از تجارت درس دارن؟ چون تصمیم گیری به عهده خودشان است و خودشان درونن ناخودآگاه کارمند بزرگ شدن. اگر تصمیم گیری به عهده یکی دیگه باشه تجارت انجام میدن. حالا باید بیاییم خود از ذهنیت کارمندی نجات بدیم و بیاییم تصمیم گیرنده خود ما باشیم. بیاییم او اسب سرکش، ضمیر ناخودآگاه که موتور هر طرف دلش خواست میکشانه امروزه. ناحق میخندیم، ناحق میگیریم بعضی جاها و خیلی کارهای دیگر در زندگی، خیلی کارهای دیگر. میگه اگر فکر ضمیر ناخودآگاهت باور کنه که تو مفلیس، مریضی، بیچاره، فقیری، بیچاره تر میشی، مفلیستر میشی، فقیرتر میشی. عجیب از این ناخودآگاه قدرتش. انشالله در آینده بودین قطعا در مورد از این مفصل سمینار خواهیم داشت، مفصل برنامه خواهیم داشت، مفصل سیستمی چی میگن ویندوز زدن ای رو با هم کار میکنیم انشالله. چطوری بیایم این ناخودآگاهی که 20 سال 30 سال مرا بزرگ کرده و چیزهایی در زندگی من، جامعه، محیط برای من داده که من اصلا دوست ندارم و برای من فقط ریکارد شده است و فولیت، چیزهای ناخواسته، تو ایره میتونی بچه میره، نمیتونی ایره نمیتونی، چپ شو، آرام باش، فلان شو، و و و و خیلی چیزا که من اون تو یک آدم نبودیم. من خیلی توانا بودیم، من خیلی قادر بودیم، من خیلی چیزا از دستم میایم و برای من جامعه محیط گفته تو نمیتونیم و من الان فکر میکنم نمیتونم، حالا که میتونم. و تک تکتانی توانایی را داریم. باور کنین از نظر ما میگن همه انسان ها مثل معدن هستن، الناس و کلم آدم. باور کن یکی معدن نقره است، یکی معدن طلا است، یکی معدن مس است. خود باید خود کشف کنین. تک تکتان معدن هستین، باید خود به دست بیارین، خود کشف کنین، خود بشناسین. این اولین برنامه، اولین بحث که بیاییم این ذهنیت درست بکنیم و در نسل جدید ما این کار انجام بدیم. خب حالا بیاییم یک بار دوره های بشری رو با هم یک مرور میکنیم. نظام هستی، دنیا از کجا شروع شد، چه چیزا با وجود داشت، به شکل خلاصه یک مرور میکنیم. یک زمان یادتان هست دوره غارنشینی، درست؟ حالا ما که در غار بودیم چرا نه، من دیدم امیالم، دیدم در افغانستان که امیالم بعض جا هست که انسان ها در غار زندگی میکنن، امیالم هست، درست؟ و من اتفاقا کجا دیدم؟ بامیان رفتم، پیش عادی جان رفتم بامیان. اونجا تازه به اولین بار دمی وضعیت ما دیدیم انسان ها رو که در غار زندگی میکردن. و خیلی کشورهای دیگه ولایت های زیادی هست، من نرفتیم اما مطمئنم هستن. دوره غارنشینی، حالا یک غار زندگی میکنن، اما یک عصر بود که همه انسان ها در غار زندگی میکردن یک زمانی. و اون دوره چی بود؟ تو در اون دوران باید یا برده میبودی یا برده دار، این دو چیز معروف بود. یا باید برده میبودی یا برده دار، یعنی یا باید خودت غلام میبودی یا غلام میداشتی. مدار قدرت، عامل قدرت چی بود در اون زمان؟ زور بازو. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی بسیار قوی میبود زور میداشت، برده دار میشد.
بقیه برده ها می شدن، کمزورای بیچاره. یک دوران بود. آهسته آهسته دنیا رشد کرد، پیشرفت کرد. آمدیم یک عصر بعدی به وجود آمد، عصر کشاورزی به وجود آمد، مردم کار یاد گرفت، رفتن در روی زمین ها کار کردن یاد گرفتن مردم. چی شد؟ ارباب و رعیت به وجود آمد. عامل قدرت چی شد؟ املاک و پول و جایداد. کسایی که املاک داشتن، پول داشتن، زمین داشتن، شدن ارباب ها. دیدی میگفتن فلانی ارباب فلان قریه، ارباب فلان محیط. یادتان از دوران های قدیم، حالا شما که جوانید خیلیتان، حالا در فیلم ها شاید دیده باشین، درست؟ ارباب ها، رعیت، مردم های بیچاره و مظلوم. در حقیقت همو بردادار ها شدن ارباب ها و برده ها شدن رعیت و املاک و جایداد و اینا. این دوران گذشت، دوره بعدی آمد، عصر صنعتی. مدیر کارمند مرود شده بودی دیگه کل تا میفهمیدم، یال مانده یه روز نرفته بیشتر گم نشد، خیلی جاها هست. مدیر و کارمند یعنی چی؟ همو بردهدار، همو ارباب تبدیل شد به مدیر. و مدیر صاحب، رئیس صاحب، فلان صاحب دفاتر این جای مختلفی که کار به دست می آوردن و کارمند به وجود آمد، درست؟ کارفرما، کارمند، مدیر، کارمند، این به وجود آمد. عامل قدرت چی شد؟ انگیزه شد. چی به وجود آمد؟ باید تحصیل کنی، باید درس بخونی، باید نمره عالی بگیری، باید دکترا بگیری، باید پی اچ دی بگیری، باید کوانتوم بخونی. ما خود دیگه در اون دوره ما تولد شده بودیم، از طفولیت رفتیم 25 30 سال ما رو ضایع کردیم. 25 سال من تقریبا فکر میکنم بیشتر از 20 سال در تحصیل ضایع شد. خدا نخواسته منظورم نیست که تحصیل اشتباه بود، اصلا ما میال ما روز تحصیل داریم، میال شما چی میخوانید؟ تحصیل است، تحصیل تا روز قیامت ادامه داره، اما نه اون تحصیلات اکادمیک که هیچ به درد نخورد. خدا بذارین حالا ما رکزایی که میشناسن، ما یک سیستمی دارم، یعنی نگاه کردیم به اولادایم، فکر میکنم به نسل باید نشانش بدم. بگذارین این رو برد نشان بدم، این مهم است، این مهم است، این مهم است. حالا بزنس هم در داخل خانه است. شما یک دوسیه دارم بچه ها، شما از سنت اول، یعنی این وقت باز کنین این دوسیه رو، یلگومه سنت اول شروع میشه. خب یعنی سنت اول شروع میشه، اول سنت اول بی، اوکی؟ بعد سنت دوی بی، بعد سنت سی بی، چار بی، پنج بی، شش بی، هفت بی، هشت بی، نوی بی، یازده بی، با در شش سرد بی کتایی که بر ما داده. و خلاصه همه از این، حتی ورق نمرات، یعنی حتی ورق هر نمرات یادتان است پارخ میشه نظر سب پوز یک ورق نمرات شاداب نامه که میدادتان اونو را من دارم، اوکی؟ همه شد این از حسن به هشت تمامش. بعد خیلی مزامین انگلیسی بخوان که این بخوان که این بخوان که صرف با چه قشد افغانستان، چه قشد پاکستان، چه قشد ای کشور، علا بیایی بود دیگه، علا درس بود دیگه، علا دانش آموز و فلان و علا پانتون و علا برو کارمند شو، کارهای جای مختلف کار بگی، بعد برو دانشگاه. از هر ترانسکریپت تمام لسانس اقتصادی که خواندم از هر از هر سمستر نمرات بدم، امتحان دادم نمرات بدم، نمرات فوق العاده، دوره لسانس، بعد برو هند ماستری رو بگی، اونم ورق پایش همش یک البوم، اوکی؟ یعنی فکر کن اینقدر البوم است. الان اینجا گذاشته که اولادام ببینن وقت چه ضایع نکنن در آینده. اسماء سبحان گفتم که اینطوری نکنن. باور کن به دردم نخورده، هیچ کدومش به دردم نخورده. امروز چقدر وقتم ضایع کردم. خدای نخواسته هدفم توهین درس نیست، اشتباه نگیرین، اشتباه نگیرین بحثای مرا. منظورم ایست که تحصیلات اکادمیک کافی نیست. چرا ما را نگفتن در کنار درس تو میتونی کار کنی، تو میتونی صاحب زندگیت باشی، تو میتونی مستقل باشی، تو میتونی نانآور خانه باشی، در کنار تحصیلت برای یک بزنس را اندازی بکنی، یک کار بکنی؟ چرا ما اینطوری بزرگ نشدیم؟ فقط من چی میشد اگر در کنار هر کدام ما در کنار تحصیل خیلی یک کاری هم انجام میدادیم، یک برنامه دیگه. اولین بار کتاب 12 ستون موفقیت از جناب جمران خواندم، تازه فهمیدم که من فقط پشت یک ستون گرفتم، 11 ستون موفقیت در زندگی نیست، فراموش است. این کتاب حتما در یوتیوب سرچ کنیم، خواندیم این کتاب در برنامه هر روز نیم ساعت مطالعه و فایز سرچ کنیم، کتاب 12 ستون موفقیت از جناب جمران، برین بخونین، برین گوش کنین، این کتاب فوق العاده است. ما بعضی وقتا فقط درگیر یک ستونش هستیم و من همین الانم درس میخوانم. آخرین آرزویم این بود که من در دانشگاه درس بدم.
رسیدم در دانشگاه آخرش بودم خب که چی دیگه چی درس بودم اونجا محدودیت داشتم چیزایی که دوست داشتم نمیگذاشتن درس بودم مجبور شدم دانشگاه را رها کنم و بیایم یک جای جور کنم که خودم درس بودم هرچی دوست دارم مثل همین برنامه و صدات هم مثل از این باور کنین و این چیزاییست که در دانشگاه بر ما درس دادن نمیشه دوره مدیر کارمند گذشته الان فعلا ما در کدام عصر زندگی میکنیم عصر فراصنعتی عصر فراصنعتی یعنی چی شما باید یا فروشنده باشین یا خریدار تمام شد رفت یعنی همه از اون تبدیل شده به این دو بخش یا باید فروشنده باشیم یا خریدار یعنی همو بردهدار همو ارباب همو مدیر تبدیل شده امروز به فروشنده همو برده همو رعیت همو کارمند تبدیل شده امروز به خریدار شکلش عوض شده شکلش عوض شده و مدار قدرت امروز چیست در دنیا اطلاعات ارتباطات اطلاعات ارتباطات که ارتباطات از اطلاعات هم بهتر است قوی تر است امروز شما اینجا چی به دست میارین اطلاعات به دست میارین از برکت چی از برکت ارتباطات حالا زمینه ارتباطی ما توی زوم شده و عزیزی که تو را امروز اینجا دعوت کرده و ما از برکت ارتباطاتی داریم که امروز اطلاعات به دست میاریم و این دو چیز مدار قدرت است اگر تو رو یک کسی نشناسه که چه توانایی داری، چی میتونی انجام داده، چه مهارت داری، ولی اگر کارم برات بده، قبول داری؟ بشناسه باید کارم برات بده دیگر، جابا برات بده، حتی وظیفه رو به دست بخوای بیاری، اگر 20 نفر یک جای درخواست میتین به خاطر یک وظیفه، اون یک نفری که به دست میاره کیست؟ کسی که تحصیلات چه میفروشه، کسی که مهارت داره، کسی که میشناسنش، کسی که خوب بیان میکنه، خوب صحبت میکنه، خوب نطق داره. جناب جمران بزرگ میگه همه زندگی فروش است همه زندگی کل زندگی فروش است درست است که بازم برمیگرده به ناخودآگاه طفولیت ما فروشنده را برای ما شما بد معرفی کردن فروشنده ایست فلان است فلان است فلان است از طفولیت حالا که خود ما هر روز فروشندگی میکنیم یک جای شغل داریم وقت ما را میفروشیم یک جای تحصیل ما را میفروشیم یک جای دانش ما را یک جای تجربه ما را یک جای علم ما را یک جای همه جای جناب جمران میگن فروش یعنی هنر تاثیرگذاری فروش یعنی هنر متقاعد ساختن فروش یعنی رهبری امروز همه رهبرها کی هستن فروشنده های دنیا هستن طور در برترین کشورهای دنیا کی ها رهبر میشن بهترین فروشنده ها بهترین تاثیرگذاران شما اگه کارمندم شوین باید تجربتون رو بفروشین علمتون رو بفروشین توانایی داشته باشین خود بتونین درست بشناسانین تا شما اون وظیفه رو به دست بیارین چرا 19 نفر از 20 نفر رد میشه یک نفر قبول میشه او یک نفر قبول میشه کیست این که تحصیلش رو میفروشه دانشش رو میفروشه علمش رو میفروشه تجربهش رو میفروشه ارتباطاتش رو میفروشه حتی در کارمندی حتی در زندگی شخصی ببین ما همتان یا کسایی که مجرد است یا کسایی که ازدواج کردیم شما یک مراسم ازدواج رو در نظر بگیرید شما باید بهترین فروشنده باشین که تا یک دختر خوب جذب کنید شما دختر خواهر عزیز تو باید یک بهترین فروشنده باشی تا یک پسر به سمت خود جذب کنید باور کنید چندین روز با هم اصلا شما معامله مثل که بازار نمیرین میگین چند دستی چند دست چی داره چه خصوصیات داره مگه وقت خانه دختر پسر بیرم میان چی صحبت ها میکنن کلش همینه کل زندگی فروش است دو طرفه است و حتی این معامله نامزادی و ازدواج هم فروش است تا تاثیرگذار نشوی دختر نمیگیری تا تاثیرگذار نشوی بچه را جذب نمیکنی به سمت خودت دو جانبه باید فروشنده باشیم همیشه هر کاری که امروز میکنیم یا فروشنده است یا خریدار هر کاری که امروز میکنیم معلم کیست استاد کیست خب حرفایش هم میفروشه دیگه اگه جلسه تاثیرگذار نباشه جلسهش دیگه در صرف نمیری درسش گوش نمیدی باید یک چیزی بگوی که تو رو جذب کنه تا دو جلسه اشتراک کنی و در حقیقت حرف خود میفروشه برای تو و امروز همه چیز همینه حتی در بین دوستایتون هستیم یک دوستت هر چی میگه تو قبول میکنی تو با دوستت هر چی میگه قبول میکنی وقت شما حرف یکی رو میشنوین و میپذیرین یعنی خریدار شدین حرفاش خریدین همه زندگی فروش است از زاست فروش فقط این نیست که ما مغازه میریم یک دانه ککاو بیسکت خریداری میکنیم یا میفروشیم این نیست فروشندگی و
و فروشندار امروز در جامعه آمدن چیزای مختلف من فروشنده نمی بود، امروز همه ما تو فلج بودیم. قبول دارید اگه واکسن فلج زدن نمیشه بر ما، امروز همتون فلج بودیم. و این کی مارکتینگ کرد؟ این فروشنده. و امروز هم همیست. اینقدر سهولیاتی که در دنیا آمده و ما روز به روز خبر میشیم از برکتی که هست، از برکت فروشنده ها. از چه چیزا خبر میشیم امروز در جامعه؟ از چیزای نو، سهولیاتی که در دنیا با وجود میاد، از خاطر فروشنده هاست. فروشندگی یعنی هنر رهبری. اینو باید یاد بگیرین. اگه میخواین در این عصر موفق باشین باید فروشنده شوید. باید فروشندگی رو یاد بگیرین. باید تاثیرگذار شوید، باید رهبر شوید. باید هنر متقاعدسازی رو یاد بگیرین. در هر جای چطوری میتونین این کارو بکنین؟ اطلاعاتتون رو بیشتر کنین، ارتباطاتتون رو. هر روز بالای اطلاعاتتون کار کنین. هر روز هر جای میفهمی چیزی یاد میگیرم برو اشتراک کن. به هیچ عنوان جلسات آموزشی رو از دست ندی، سمینارها رو از دست ندی، وبینار رو از دست ندی. هر روز کتاب بخون. از خوابت بگذر، از وعده غذایت بگذر، از کتابخوانی نگذر. چون مهم است اطلاعات تا بیشتر کن و ارتباطات تا بیشتر کن. این دو بخش سرمایه گذاری کنین بچه ها. در این عصر حالا نمیفهم اصل بعدی چی میآید. فعلا در این عصر همه ما زندگی میکنیم. اصل بعدی شاید یک چیز دیگه بیا. حالا وقت ما مجبورم من شفت شوم، شما باید شفت شوید. فعلا اگه میخواین تاثیرگذار باشین یک چیز باید بفهمید. هر جای هر کاری رو میخواین به دست نمیارین، هر گپی رو باید که میزنن قبول نمیکنن، یعنی فروشنده خوبی نیستی، یعنی هنوز مهارتش یاد نگرفتی، یعنی هنوز تاثیرگذار نشدی. اگه هر زمان تاثیرگذار شوی حرفت رو میپذیرن و قبول میکنن. برای این همه زندگی فروش است. حالا کتابایی که گفتم یارا بخونین و ده ها تا ویدیو در بخش فروش من دارم در یوتیوب. ده ها تا ویدیو. فروشندگی یک هنر مشترک بین تمام رهبرای دنیاست. همه رهبرای دنیا واقعا فروشندگان بودن. یک مهارت است که اگر یاد بگیرینش زندگی خودتان و نسلتان و اطرافیانتان رو تغییر میدین با این مهارت. برین بیل گیتس، ایلان ماسک، جف بیسوس، همه کسایی که ثروتمندترین هستن یک چیزی نه یک چیزی را میفروشن. قبول دارین؟ میفروشن، بله یک چیزی را میفروشن. هیچ کدامش مفت به جای نرسیدن. و این هنر و پوینت مشترک بین تمام ثروتمندای دنیا از نسل قدیم تا به امروز، بهترین فروشنده برن ببینین، در دین ها ببینین، پیغمبرای و دین بهترین فروشندگانشان بودن، تاثیرگذار بودن، رهبر بودن. تا به امروز ادامه داره. همه چیز برین ببینین در زندگیتان، همه زندگی فروش است. اگر بیاییم یک تفاوت بین ای بی او درونی، ما میخواییم بیاییم کارمندی، منظورم این نیست که فقط برین یک جای شما کار کنین، منظورم این نیست. منظورم این است که درونن باید شما از حالت کارمندی خود بیرون کنین، ذهنن و درونن کارمند نباشین. باید بیاییم به این شعار بعد از این زندگی بکنین: Work full time on your job, part time on your life. با صورت کامل روز برین بالای وظیفه‌تان کار کنین، اما part time باید برین در زندگی بالای زندگیتان کار کنین. ایره در زندگی شعارتان بسازید. مسیری رو که ادامه میتی چند سال بعد ادامه بده، کیهای ادامه دادن فعلا در کجاستن؟ امروز نمیبینین، ماه آینده رو نمیبینین، 5 سال 10 سال بعدتون رو محاسبه بکنین. چه تفاوت دارن؟ IBU یعنی چی؟ یعنی independent business owner، صاحب تجارت مستقل خود، یعنی باس خود. اوکی؟ تفاوت های بسیار عمده و کلیدیش رو بگیم از دست درونی. اولی که یک IBU یک کسی که صاحب کسب و کار خودش هست، interior است نه exterior. یعنی چی؟ یعنی تمام تصمیماتش خودش میگیره، تصمیم گیرنده خودش هست در زندگیش، چه باید بکنه، چه باید نکنه، چه کار، همه چیز خودش هست. یعنی لازم نیست یکی براش بگه تلویزیون خاموش کن، کتاب بخون. شما همین برنامه رو میتونستین الان برین اصلا نیاین، اشتراک نکنین، برین تلویزیون ببینین، برین سریال ببینین، برین در تله اینستاگرام، در تله فیسبوک داخل شین. فقط کافیه یک ویدیو گت کلیک کن، اونجا شما خریدار میشین. ده ها ویدیو پشت هم میبینین، نفر پول در میاره و تو خوشحال ویدیو ببینین. ببین اوکیه، اونجا تو مشتری هستی، باور کنین. امروز همه جا شما مشتری هستین، حتی در اینستاگرام همه تون مشتری هستین، در یوتیوب همه تون مشتری هستین، در فیسبوک همه تون مشتری هستین. و میری بعضی وقتا ساعت هایتون جا ضایع میشه، هیچی هم به دست نمیارید. چه به دست آوردین تا باید از اونجا؟
استفاده بکن، نمیگم در حد برنامه داشته باش، یا باید به زندگیت برنامه داشته باشی یا بقیه در زندگیت برنامه خواهند داشت. در جمع اگه به زندگیت برنامه ریزی بکنی خوب، اگر نه بقیه در زندگیت برنامه ریزی وقت کردن. تو فقط کافیز در چینل از او بیفتی میگیده دیگه در برنامه ریزی زندگی بقیه. اول باید بیایم درونی شویم، خود انگیخته شویم، ذهنن درونن باید از حالت کارمندی برایم، فکر ما را ناخودآگاه ما را بشوییم از حالت و بعد از این تصمیم بگیریم من با خود کار میکنم، من باس خود هستم. نو باس. در اینجا دیگه باس ماست نداریم. بی یور اون باس. خودت باس خود شدی که بخیر برسی. از امروز بخیر که داینه استاد میشی طرف یک رئیس بیبی. خودت. سر از فردا وقتی بیدار میشی با آینه میبینی باید کی را ببینی؟ رئیس صاحب. کیس رئیس؟ خودتی. خودت خودت را مدیریت کن. خودت خودت را رهبری کن. نمان هر وقت دلت شد خواب کنی. هر وقت دلت شد در جای بری. کارمند باشی. چرا قم مدیریتت بکنن؟ خود تو هم زندگی تا بیا مدیریت کن. زندگی تا در دست خود بگی بعد از این. توکل به خدا نرو. هر جای هر صبح رو هر کار بکن. چه وقت خواب میکنی؟ چه وقت بیدار میشه؟ هیچ چیز معلوم نیست. نتونست زندگی تا باوده بگیری. هنوز کارمند بقیه هستی. کارمند خودت باش. بیا زندگی تا نظم بده. تایم کتابخانی تا مشخص کن. تایم برنامه تا مشخص کن. کار تا مشخص کن. به هر چیز وقت بدی. پرشوینگ. کی تو را تشویق میکنه به زندگی و موفقیت و پیشرفت؟ اگر کارمند ها کسی است خب درونن کارمند. کسی دیگه باید تشویقش کنه. آفرین چک چک آفرین دردن. کار خوب کردی. خوشحال میشه. من تشویق شدم. هر کارش به خاطر از اسم بقیه با من چی میگه. اما وقتی تو باس خود شدی در قصه تشویق کسی دیگه نیستی. خودت خودت تشویق میکنی، خودت برای خودت هدیه میخری، خودت برای خودت قهوه میتی، خودت میری رستوران، خودت میری بهترین لباس به خود میپوشی، خودت میری همه کار خودت میکنی، خودت دیگه خودت تشویق میکنی و خودتان ارزش قائل باشین، خودتان قبول کنین، خودتان باور کنین. مردم تا دلشان دوست داره همیشه ما را توهین و بگه نمیتونی به جای نمیرسی. چیزا زیاد از در جامعه شما اجازه ندین. تصمیم بگیرین دیگه باس خودتان باشین. واقعا خودتان مشوق خود باشین. در قصه تشویق کس نشوید. Give energy. IBU کسیست که بقیه رو انرژی میده. بقیه رو الهام میده. نه یکی همیشه نید انرژی. همیشه باید یکی بیاد چی شده بچه بخیم میتانی بخیم. نه منتظر انرژی کس نباشین. خودتان انرژی زا باشین. همیشه باید بقیه از شما انرژی میگیره. روحیه بخشی بقیه شوید در زندگیتان. همیشه مثبت بخش کنین به اطرافتان. انرژی بدین. Waiting for nobody. یک IBU هیچ وقت در زندگی منتظر پدرش هم نمیشنه. منتظر هیچ کس نمیشنه. منتظر باسش هم نمیشنه. منتظر هیچ کس نمیشنه. مسیر یاد میگیره. راهش پیدا میکنه. از کسی توقع نداره. از کسی انتظارات نداره. انتظارات خود در زندگی صفر میکنه. از نزدیکترین فرد زندگی شایسته انتظاراتش رو صفر میکنه. فقط از خودش توقع داره. فقط خود مسئول زندگی خود میدانه. هیچ کس در زندگی مقصر نمیدانه. هیچ کس. هر جای خود مقصر میدانه. چند وقت داشتم فکر میکردم گفتم فلانی رو استخدام کردیم ضربه زد بر ما، فلانی رو کار کردیم ضربه زد، با فلانی شراکت کردیم کار بر ما زد. بیا من شکستای ما برتون بگم. این قله است دارم، این قد شکست خوردیم، این قد ضربه دیدیم، این قد آسیب دیدیم در یک عالم. حالا در برنامه استاست میشنویم. اما وقتی چرت زدم ایره این تو بازیت به این نتیجه رسیدم خب یا هر آدم تغییر کرده بود به من ضربه زده بود، یک آدم اینجا مشترک بود. کی بود؟ من در کلش مشترک بودم. جالب بود، یعنی در تمام شکست ها فقط من مشترک بودم، بقیه همه تغییر کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی گناه من بود دیگه، یعنی من مشکل داشتم دیگه، یعنی اشتباه از خودم بود و اینه من پای بردم. و زندگی همیست، باید مسئولیت همه زندگی خود با خود بگیریم. اگر ما دوست ما درست انتخاب میکردم واسه نمیرسیدم، درست؟ اگر ما با کسی درست قرارداد میکردم مشکل نمیدیدم، پس من قرارداد کرده بودم، من اون رو با بیش دوستی کرده بودم که آسیب دیدم. چقدر مشکلات در زندگیتان داشتیم؟ چک چک نگستاد داشتیم. فارسی هم صحیح نمیفهمیدم، این جمله رو یاد داشت، خیلی جملهش خوب بود. همیشه میگم چک چک به یک دست نمیشه، با دو دست چک چک میشه. این همیشه میگفت کپ چک چکی رو میگم. اوکی؟ کف زدن. میگفت کف زدن به یک دست نمیشه،
و دو دست چک چک میشه، و دو دست کف زدن میشه، همین یاد داشت. عالی بود. هر جایی که مشکلات موضوعی برات پیش آمده، خواهشن فراموشش کن، بکشه که از ذهنت. چه فایده چند سال رو زندانی کرد، آه فلانی کار کرد، فلانی کار کرد، طالبی تو کرد، دولتی تو کرد، مردمی تو کرد، فلان کرد، خود با کی کردی کار؟ با تو بودی اونجا. تو میتونستی نباشی، میتونستی تغییر کنی، میتونی تصمیم دیگه بگیری. بیا مسئولیت زندگیت رو بپذیر خواهشم. بیا مسئولیت پذیر باش، بیا منتظر کس نباش، بیا توقعات رو صفر کن. هیچ کس به درد کس نمیخوره، فراموش کنیده. از امروز مسئولیت رو تمام زندگی خود بگی. نه منتظر دولت باشه، نه منتظر مردم، نه منتظر هیچ کس. فقط خودتان و سر خودتان خواهشان حساب بکنید. یک کار عملی برتان میتون، برنامه تمام است برای امشب. یک عکس بگیرین از یادتان نره. یک کار عملی رو امشب با خودتان یک حساب کتاب انجام بدین. همتان. پیش خودتان یک ماشین حساب بگیرین. ماشین حساب موبایلتان رو باز کنین، حساب کتاب انجام بدین. من کامل براتون توضیح میدم، تمرین اول نیست، این انجام بدین. حالا اگه خواستین شخصی برای من، اگه دل چالشون فرستادین مجموعی شد بفرستین، اگه نفرستادین ایچی. اوکی، بیاین تمام داشته هایتان یک بار لیست کنین صادقانه، چیزهایی که مربوط خودتان میشه و قیمت داره. یعنی هرچی از خودت داری، از پدرت نه، از مادر جان نه، از خودت شخصی، مال تو، صاحبش هستی، مالکش هستی و هر لحظه بخوایی میفروشیش، چی داری در زندگی؟ همش لیست کو و تخمینی قیمتش رو بنویس. موبایل داری، یک دانه مثلا ارزش داره، بنویس. یک دانه ماشین یا موتر داری، بنویس. یک دانه خانه داری، بنویس. اوکی؟ یا قیمتاش هم بنویس. بعد مجموعش جمع کو چند دلار میشه؟ با دلار. اوکی؟ با دلاری رو تخمینی، 100% دقیق نه، هر چی که داری در زندگی بنویس. ببین یک بار حساب کتاب کن، ببین چی داری در زندگی تو واقعا. بفهمی قبل از اینکه دمرای حساب کتاب شو، یک حساب کتاب بکن با زندگی، همشو بنویس. بعد بیا نیازهایت بنویس. اینمی لحظه چی نیاز داری؟ چقدر پول ضرورت داری بخاطرش؟ نیازهای چیست؟ همسر داری؟ نه. چقدر پول باید داشته باشی بعدش بیاری بنویس دیگه. همسر قبول، موتر رویایی، موتر دلخواهی داری؟ حداقل یک موتر انسان امروز ضرورت داره. آیا داری؟ نه. چقدر پول نیاز است؟ به خاطرش بنویس. خانه داری؟ نه. بنویس چقدر پول نیاز داری به خاطرش. دیگه چی نیاز داری؟ نیازت است، باید داشته باشی اون رو واقعا. هر روز دلت میشه باید باشه پیشت، وقتی نیست چقدر پول مجموعه زورم جمع کن. یک سمت ورق بگیرین، یک کاغذ A4 بگیرین، از وسطش دنست کنین، این طرف بنویسین لیست نیازها، این سمتش بنویسین لیست داشته ها. داشته های در مجموعش جمع کن، یک تا دو تا سه تا، نیازهای در مجموعش جمع کن. بعد بیا چه کار کن؟ همین از این که انجام داری، بعد بیا مجموعی نیازها را منفی، منهای، اوکی؟ منفی، منهای داشته های بکن. ببین چقدر قرضدار میشی از در زندگیت. اوکی؟ مجموعه قرضداری چقدر میشه؟ مشخص کردن است که چقدر ما در زندگی قرضدار هستیم، از خود ما خبر نداریم. مجموعه قرضداری تا میگشه. خب مجموعه نیازها منفی مجموعه داشته ها. داشته هایت از نیازهایت منفی تو قرضداری. خب اینال بیایی لتقسیمی مقدار قرضداری که هرچی شد تقسیمی پسنداز ماهانه بکن. تو باید پسنداز کنی که قرضایت بپردازی دیگه. چقدر فعلا ماهانه پسنداز داری؟ $100 تقسیم 100ش بکن، $50 تقسیم 50ش بکن، $10 تقسیم 10 دلارش بکن، $20 تقسیم 20 دلارش بکن. درست؟ این پسنداز تقسیم بکنین. چی میبراید؟ تعداد ماه میبراید. یعنی چند ماه را در بر میگیره که تو با این حالت اگه ادامه بدی، در چند ماه اینمی نیازهایی در تو با این پسنداز پرداخت کرده میدنی. که از امروز شروع کنی، هر ماه یک مقدار برای خود پسنداز کنی تا این نیازهایی تو برآورده کن. تعداد ماه را که کشیدی تقسیم 12 کن. تقسیم 12 که بکنی تعداد سالش میبراید. مساوی میشه با تعداد سال. جمع عمر فعلی بکن. چند سال هستی فعلا؟ 30 سال هستی؟ جمع 30. 20 هستی؟ جمع 20. 50 سال هستی؟ جمع 50. ببین چند سال با این وضعیت اگه ادامه بدی تو تمام نیازهای تو برآورده کرده میتونی چند ساله میشی. حالا دوست داشتین این را شیر کنین، با ما دوست نداشتین هیچی، حقیقی پیش برین، کسی را بازی ندین، با ما شیرش نکردی مهم نیست، مهم است که کار انجام بده.
این تمرین انجام بدین عزیزا. این خیلی به دردتان میخوره. یک بار بشینین با هم یک حساب کتاب بکنین. ببین چقدر قرضدار هستین. و ببینین با این وضعیت فعلی با کجا میرسین. بعد بیاین بشینین فکر کنین. آیا نیاز به تغییر دارم یا نه؟ پس اون زمان میای میگی خب اگر میخواهی در زندگیت چیزهایی را داشته باشی که قبلا نداشتی، باید تبدیل به شخصی شوی که قبلا نبودی. چون شخصیت قبلی همه چیزهای فعلی را برات داده، این چیز جدید برات نمیده. یا اگر میخواهی در زندگیت چیزهایی را داشته باشی که قبلا نداشتی، باید کارهایی را انجام بدی که قبلا انجام نمیدادی. بعد بیا حالا به دلچسپی به این برنامه اشتراک کن، بیا که برات یک راهکار، یک گزینه دیگه ما برات پیشنهاد کنیم، یک گزینه جدید ما برات پیشنهاد کنیم که بتانی در هر جای دنیا هستی از این مستفید شوی. گزینه‌ای که همیشه پیشتان خواهد بود بچه ها، این گزینه هدیه است، یک گفت است، پیشتان می باشه، کامل میگیرین، هر روزی دلتان خواست ازش استفاده میکنین، هیچ جبری نیست، کامل میگیرین، از لحاظ منطقی، علمی، از هر لحاظ براتون ثبوت میکنم، از هر لحاظ براتون آمار میتونم، کاملا قانونی منظم در هر کشوری که شما فعلا هستین بتونید کار کنین. البته اروپا و ترکیه بیشتر، حالا بقیه کشورها رو باز باید با هم صحبت بکنیم ببینیم امکانات داریم یا نه، اما تمام 27 کشور اتحادیه اروپا و ترکیه و این گزینه ها را، راه های مختلف تجارتی را براتون فردا باز میکنم و بعد استرسته میریم سر این مسائل صحبت میکنیم یکی یکی کامل. بعد وقتی اگر پذیرفتی، هر روز خواستی ازش استفاده میکنی، نخواستی هیچی ضرر نکردی، دنیایی از دانش، دنیایی از کتابای خوب برات معرفی شد، ویدیوهای خوبی برات معرفی شد که میتونی در زندگی خودت و در زندگی اطرافیان تاثیرگذار باشی. ممنون از اینکه بودین، ممنون از اینکه هستین، امیدوارم فردا دوباره همه تان اینجا ببینم. خدا نگهدارتان، روز و شب و وقتتان خوش، دمتان گرم، خدا قوت به اینکه بالای خودتان سرمایه گذاری بکنین و خودتان خودتان رو دوست دارین. خدا نگهدار ازت.